به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردهای عزیز و گرامی سنف هشتم. امیدوارم که جور و سعدمند باشید شاگردای عزیز به مضمون شیرین ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید خب شاگردی عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف هشتم با هم دیگه میخوانیم درست هست؟ فصل چندم هستیم؟ فصل هفتم رو شروع میکنیم بخیر امروز و چی هست؟ افاده های الجبری دقت کنید بسیار فصل مهمی است. افاده های باید 100 فیصد یاد بگیری. چون در سنف های بعد اگر یاد نگیرید در سنف های بعد ریاضی را دچار مشکل میشه سیست و نمیفامی پس دقت کن که افاده الجبری درس بسیار آسان است سخت نیست بسیار ساده و آسان است پس فقط باید دقت کنی که امی درس امروز باید بگیری سیست و ایرا اگر یاد دیگر ریاضی بر تو چی میشه آسان میشه سخت نمیشه سیست اگر یاد نگیری بسیار ریاضی بر تو سخت میشه پس فکرت باشه که این فصل ما شما بسیار مهم است افاده های الجبری سیست فهمیدی چرا خم شد دیگه نه درس اول ما شماست خب قبل درسی که امروز ما شما میخوانیم چی است مفهوم متحول می پس دقت کن ما اول میگیم متحول چی است بعد افاده الجبری بر تشریح میکنیم که افاده الجبری چی است درست است پس امروز ما و شما فقط میگیم متحول چی است و افاده الجبری به چه شک می باشد پس یار در ما و شما می اما قبل که بریم سر تخته و درس شروع کنیم شاگرد عزیز شما قرار بود که کارخانگی درس گذشته را با ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست شاگرد عزیز اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید و پرسان کنید خب شاگرد عزیز با ما همراه باشید خب شاگرده و گرامی درس امروز ما و شما چی است؟ مفهوم متحول البته ف... عنوان فصل ما و شما چی است؟ افاده های الجبری دقت کنید که افاده های الجبری گفتم بسیار بر شما چی است؟ مهم است و صد فی باید رو بفامید خب شاگرده عزیز ما و شما تا را که درس خواندیم ریاضی خواندیم چی است با اعداد کار داشتیم درست است اعداد رو فامین اعداد یادتون است سه تا اعداد خواندیم دیگه سه تا طبیعی کدام بود سه تا اعداد طبیعی تا است از یک شروع می میشد نه یک دو سه چهار پنج شش تا لای تناهی درست است دیگه چه خواندیم ست اعداد مکمل که از چند شروع میشد از صفر شروع میشد صفر یک دو سه چهار پنج تا لای تناهی فقط نظر به اعداد طبیعی یک تا صفر اضافه تر داشت درست است اما ست بعدی که ما شما خواندیم چی بود ست اعداد تام درست است صفر یک دو سه تا لای تناهی و دهی برم بود منفی یک منفی دو منفی سه تا منفی لای تناهی به این میگفتیم سه اعداد می تام و ست بعدی که خواندیم ست چی بود اعداد نسبتی یا اعداد چی ناطق برش میگفتیم درست است و چی بود میگفتیم و اعدادی که به شکل کسر ما و شما بتونیم نوشته کنیم درست است شاگرد عزیز خب حالا باز ما یک ستم داریم که باز زیر در صنف بعد میخوانید سه اعداد چی غیر ناطق به خیر در صنف بعد میخوانید و در آخرم ریل نمبر را درست است که ست اعداد حقیقی میشه پس ما اعداد فعلا کار نداریم ما اعداد خواندیم تا چند تا از ست اعداد خواندیم حالا ما میایم چی میکنیم علاوه بر اعداد ما میایم متحول هم میخوانیم چی است متحول اول تعریف میکنیم که چی است بعد ما حالی اعداد با متحول چی میکنیم ترکیب میکنیم و میگیم افاده های الجبری پس دقت کنید اول متحول میفهمیم چی است حالی اعداد با افا... با متحول ها که کنار هم بانیم حال عملی ها فرق نمی کنه ضرب باشد تقسیم باشه جمع باشه توان باشه جذر باشد فرق نمی کنه هر چی باشه با و میگیم چی عمل اما... چی های الجبری پس دقت کن متحول چی است متحول اما او در اول مکتب که شما درس خوانین یادتون است در سنف اول مکتب تون بسیار خرد بودین نه بسیار آسان بود درس هایتون یادتون است خب به شک میشد شاگرد از دقت کنید به مثال در سنف اول مکتب ما شما در کتاب ریاضی ما شما میداد چی؟ خانه خالی جمع سه مساوی مساوی 5 با سه باید شو، پنج. با پنج به عنوان مثال سهیست؟ در خانه خالی چه عدد باید بانیم که جمع سه شد پنج؟ بگفتیم چه عدد؟ بگین؟ آفرین دو چون دو جمع سه میشه پنج سهیست پس باید این خانه خالی چرا رو میماندیم؟ ما شما دو میماندیم پس دو جمع سه مساوی سه با پنج میشود در سنف اول داشتیم دیگه نه؟ یا با عنوان مثال من ما شما میگفت که چی؟ یک تا دا دایره یا خانه خالی فرق نمیکنه جمع دو خب گفته بود که به جای از دایره میتونه اعداد متفاوت قرار دهیم به جای دایره مثلا میگفته سه روان اگر من سه روانم جواب چند میشه اگر سه روانم جواب چند میشه سه جمع دو چند میشه پنج میشه اگر به جای سه من چهار روانم چی میشه شاگرد عزیز به جای دایره چهار روانم چهار جمع دو چند میشه آفرین شش میشه سه و اگر پنج روانم چی میشه هفت میشد درست است اگر ده رو بانو میشه دوازده میشه پس در سنف اول مکتب یا تا نسل یا در سنف اول دوم در کتاب ریاضی تان سایس ای خانه خالی جمع سه مسایس با پنج میگفت در یک عدد بان که این مسایی برقرار شود شما چند رو می دور میمانید. یا میگفت که خانه خالی یا دایره جمع دو گفته که بجای ای عدد پنج قیمت گذاری کن نوشته میکنید پنج. پنج جمع دو چند میشد؟ میشد درست است خب امیا دقیقا شاگرد از دقت کنید. امی خانه خالی که ما شما در سنف اول دوم سوم مکتب میخوانیم امیا نامش متحول است چرا چون میتونه تغییر کند متحول یا متغیر هم برش گفته میشه میتونه تغییر کند امی دا دایره سعی کنید ما بجای جای از 5 ماندیم دو ماندیم سه ماندیم هفت ماندیم سه است به جای میتونیم دیگه بونیم دیام به این شکل است اگر ما دو بانم چی میشه این مساوی برقرار میشه اما اگر سه بانم مساوی برقرار نیست اگر سه بانم غلط از جواب ما و شما دیگه سر در بجای خانه خالی اگر بانم سه جمع سه چند میشه شش میشه مساوی با پنج نیست پس دقت کن شاگرد عزیز امی خانه خالی که ما و شما در صنف اول دوم مکتب میخوندیم امیا چی است؟ نامش متحول است عالی دقت کن شاگرد عزیز چون ما شما خالی کلان شدیم دیگه سنف اول دوم خو نیستیم دیگه نه سنف اشتم هستیم دیگه پس این خانه خالی اینا کمی جالب نیست پس ما میایم به جای از خانه خالی ها چی میمونیم از حروف انگلیسی استفاده میکنیم از حروف انگلیسی یا حروف یونانی فرق نمیکنه که بیشتر از حروف انگلیسی استفاده میشه با به جای خانه خالی نوشته کنیم جمع سه نوشته میکنیم ایکس جمع سه مساوی است با 5 صحیح ای ایکس هم خانه خالی است به جای خانه خالی چی ماندیم ایکس ماندیم چون چی دیگه کمی چی میشه شکلتر میشه بهتر میشه سعیست پس دقت کنید پس از حروف انگلیسی یا حروف یونانی هم استفاده میشه حروف یونانی با نام مثال الفا بیتا تیتا از نام استفاده میکنن سعیست ولی ما بیشتر از حروف انگلیسی استفاده میکنیم خب شگرد عزیز پس متحول چی است؟ امو حروف انگلیسی است که ما شما استفاده میکنیم و این همون خانه خالی است میتونیم به جای از او داخل از عدد بانیم که به جای خانه خالی بکشیم ایکس نوشته کردم وای نوشته میکنم درست است ای نوشته میکنم بی نوشته میکنم هر چی نوشته کنم فرق نمیکنه یک حروف انگلیسی باشه فقط صحیح خوب پس شاگرد عزیز متحول چی است متحول عمو خان خالیایی که ما و شما در سنف اول مکتب دوم مکتب خواندیم وال اینا رو ما چی میکنیم بجای از خان خالیا ما نوشته میکنیم ایکس نوشته میکنیم ای نوشته میکنیم وای فرق نمیکنه کنه یک حروف انگلیسی حالا چی به درد میخوره متحول ما و شما صحیح است شاگرد عزیز متحول ما و شما چی به درد میخوره ما خیلی از قانونایی که ما و شما داریم در ریاضیات شاگرد عزیز دقت کنید چون ریاضیات شاگردای عزیز چون ریاضیات یک زبان بین المللی است صحیح ما و شما نوشته میکنیم یک عدد جمع پنج بساز مثلا صحیح یک عدد جمع پنج خب ما و شما به زبان دری نوشته میکنیم اما او که در انگلی... امریکا است او که انگلی... خود خب دری نمیفهمه باید در انگلیسی نوشته کنیم صحیح او که در افریقا باز او مثلا زبان خود میفهمه پس به او خاطر ما و شما باید چی کنیم باید بیایم یا را با حروف انگلیسی با متحول نشان بدیم به زبان ریاضی که کل دنیا رو بفهمه درست است پس یک از کاربردهای متحول چی است امی است که ما میتونیم قانونهای ریاضی را به زبان ریاضی بیان کنیم پس متحول چی است امو حروف انگلیسی که ما و شما استفاده میکنیم و دقت کنید امو خان است. دو جای از عدد میتونیم قیمت گذاری کنیم درست است عدد میتونیم کنیم پس حالا کاربرد متحول چی است ما میتونیم قانون های ریاضی را به زبان ریاضی بیان کنیم که در سرتاسر تا سر دنیا چی هست او را بفهمند دیگر نیاز نباشه ما که ما دری نوشته کنیم به انگلیسی نوشته کنیم صحیح از همو ها از همو حروف انگلیسی میفهمیم به عنوان مثال دقت کنید پس متحول ما میگیم برای بیان بعضی از های ریاضی ما از حروف انگلیسی استفاده میکنیم و به جای حروف انگلیسی میتونیم اعداد قیمت گذاری کنیم اما حروف رو میگیم چی متحول درست است خب آلی به عنوان مثال دقت کنید یک عدد یک عدد دلخواه جمع جمع پنج یعنی را گفته که چی کنیم یک شکل دری نوشته کنیم یک عدد دلخواه جمع پنج خب ما یه به نوشته به زبان نوشته کن از متحول استفاده میکنم یک عدد دلخواه را شاگردای عزیز من نامش چی میمانم یک حروف انگلیسی میمانم یک متحول میمانم با نام مثال x میمانم a b c d فرق نمیکنه هر چی که دلت شد ما چی میگیرم نامش x میگیرم با مثال پس میشه چی x جمع 5 پس یک عدد دلخوار من نامش X میگرم حالا جمع پنج گفته بساز پس نمیشتم کنم جمع پنج نمیشتم میکنم سهیست پس چی شد این حالا شما این در جای دنیا میشه X جمع پنج میخوانه دیگه یک عدد دلخواه به جای X باز میتونیم قیمت کنیم جای X میتونیم قیمت کنیم با عنوان مثال به ما و شما بگه که به جای X قیمت های یا بگیم جلو بگیم به این قیمت چند بان x مساوی با یک بان سه بان و منفی دو بان سایست. گفته که قیمت رو واسه چند میشه خب کار نداره بجای x ما یک بود بانیم پس x جمع 5 به جای گفته چند بان به جای گفته یک بان پس ما به جای یک میمانیم. چی میشه یک جمع 5 جواب چند میشه شاگرد عزیز 6 میشه آفرین خب دومیش گفته x سه بان پس x جمع 5 به جای گفته چند بان به جای گفته 3 پس ما به جای 3 یه خالی دیگه سیف فقط به شکل حروف انگلیسی نوشته کردن به جای هم عدد شو باید بونیم پس سر و قیمت گذاری که به جای سر بود پس میشه چی سه جمع چند پنج جواب چند میشه هشت میشه آفرین و آخرش گفته ایکس چی بود قیمتش منفی دو واسه کو پس ایکس جمع پنج خب به جای ایکس گفته چند بان؟ به جای گفته منفی دو را وزکو. کن به جای ایکس مساوی است با منفی دو پس نوشته میکنه منفی دو جمع پنج خب چی میشه شاگرد عزیز منفی دو و پنج هم علامه هستن؟ نه خیر. پس چی میشه کم میشه علامه عدد بزرگتر پس میشه مثبت سه دقت کنید این 8 و شش هم که علامه نداشت علامهش مثبت است اگر خوب درست است پس شاگرد عزیز ما میتونیم چکار کنیم برای بیان خیلی از قوانین بعضی از قوانین ریاضیات یا خیلی از قوانین ریاضیات ما میتونیم از متحول استفاده کنیم پس متحول همون حروف انگلیسی است که ما برای بیان چی قانون های ریاضی از او استفاده میکنیم اما شاگرد عزیز پس یکی از کاربردهای متحول هم هست که خیلی از قانون ریاضی رو ما میتونیم نوشته کنیم به زبان بین المللی ریاضی که دیگران هم بفاهمن. تا اینجا خب متحول چی است ولی ما برد میگم شاگرد عزیز فکرت باشه متحول چی است متحول امو چی است همون خانه خالیه که ما شما در مکتب خواندیم بسیار آسان است به جاش قیمت گذاری میتونیم واسه کنیم عدد واسه کنیم صحیح پس ما تختار پاک میکنیم یک تا مثال دیگه هم از کار میکنیم شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز و گرامی یک مثال دیگه کار کنیم مثال دقت کنید گفته سوال با ما شما گفته که جملات زیل را با استفاده از متحول به زبان ریاضی نوشته کنید بنویسید سیست؟ پس جملات زیل را با استفاده از متحول به زبان ریاضی نوشته کنید خب سوال اول ما و شما الف و ما و شما چی گفته؟ دقت کنید یک عدد دلخواه یا بگیم یک عدد دیگه دلخواه شما نوشته کنیم فرق نمی کنی. یک عدد ضرب در خودش مساوی است با توان دوم خودش توان دوم خودش سیست؟ خب این معنا چی است دقت کنید یک عدد ضرب در خودش مساوی است با توان دوم خودش معنا چی است معنا چی است که گفته به زبان ریاضی نوشته خب ما یک عدد ده. یک عدد ده. چی میگیریم نامش یک گفته یک متحول بگیر خب متحول ما شما چی است هر چی دلت شده یک حروف انگلیسی بگیر چی میگیریم ا بی سی ما ا میگیریم عنوان مثال پس ا گفته زب در خودش خب وقتی زب در خودش کنیم پس میشه زب در خود ای پس ای زب در ای گفتم مساوی است مساوی است با توان دوم یعنی خودش به توان دو برسه یا مربع خودش که سست یعنی پس من میتونم ای را به توان دو برسانم آیا مساوی است بله این رو خود دیگه نه قاعده مساوی است تواناش چی است یک است یک با یک جمع شه و میشه چی میشه دو به جای هر قیمت واسه کنی مساوی میشه سیست بون مثال چند به جای دو رو بون به با جای مگ دو رو واسه کنم چی میشه دو زب در دو مساوی است با دو به توان دو دو به توان دو چند میشه چهار میشه دو زب در دو هم چند میشه چهار میشه به جای اس سر واس پس میشه سه زب در سه مساوی است با سه به توان دو سه زب در سه چند میشه نو میشه سه به توان دو هم نو میشه سه به توان دو شش نمیشه شاگرد عزیز دقت کن سه به توان دو همین سه زب در سه است یعنی سه رو دو بار در خودش ضرب کن میشه سه سه نو درست است پس این رو ما تا نیستم شاگرد عزیز به زبان ریاضی نوشته کنیم مثال بعدی ب یه بود یه هم بیش است. دقت کن هر عدد به توان یک به توان یک مساوی خود عدد می شود مساوی خود عدد می شود پس هر عدد به توان یک مساوی خود عدد می شود پس میره نوشته میکنم دقت کن شاگرد عزیز باز خود عدد من نامش چی میگیرم عدد هم میتونم گفتم متحول بگیرم هر متحول دل شد A, بی ایکس وای فرق نمیکنه من چی میگیرم با نام مثال بی میگیرم دلخواست دیگه نه شما هر چی دلت شد بگیر فرق نمیکنه خب من بی میگیرم پس B خورد گرفتم B صحیح گفته توانش شند باشه توانش گفته هر عدد به توان یک پس بی و توان یک گفته مساوی میشه با خود عدد خود عدد که B است پس بی توان یک مساوی است با B پس ما تونستم همین جمله را جمله دلیل بچه به زبان ریاضی نوشته کنم پس داریم چی می کمک میگیریم شاگرد عزیز از متحول کمک میگیریم همین B متحول ما و شماست همین ای متحول ما و شماست ایکس متحول ما و شماست همین حروف انگلیسی پس چی میشه متحول های ما و شما میشه که ب... که گفتیم شاگرد عزیز دقت کن اما خانه خالی است که ما و شما در مکتب خواندیم در سن اول دوم خواندیم نه پس بی به توان میشه خود B خب من سوال سوم قسمت سوم دای بالا نوشته میکنم کنم پ خب بون من مثال بگیم که هر عدد غیر صفر به توان به توان صفر برابر با یک است برابر است با عدد یک پس دقت کن شکرده عزیز هر عدد غیر صفر به توان صفر برابر با عدد یک می شود خب دقت کنید برابر است با عدد یک من این بایشت با نویشت می کنم خب دقت کن شکرده من حال متحول چی بگیرم هر عدد غیر صفر خب حال غیر صفر فعلا کار نداریم هر عدد به توان صفر برابر است با عدد یک خب حال شکرده عزیز دقت کنید هر یک متحول باید بگیرم متحول چی بگیرم؟ A, B, C, X, Y فقط نمی کنیم من با نون سال X میگیرم صحیح؟ پس x گفته هر عدد به توان صفر حالا غیر صفرش با آخر نوشته می کنیم فعلا هر عدد به توان صفر پس توان صفر گفته برابر است با پس مساوی است با عدد یک مساوی است با یک یک قانون است یک قاعده است اینو ما شما خواندیم دیگه درست است هر عدد به توان صفر میشه یک پس ما میتونیم به زبان ریاضی نوشته کنیم ولی گفته x ما و شما غیر صفر باشه چون اگر صفر به توان صفر شوه یک نمیشه صحیح است پس غیر صفر باید باشد پس غیر صفر من نوشتم میکنم داخل قوس نوشتم کن x ما شما صفر نباشد پس بالای از یک تخت میکشیم مساوی با صفر میمانم. یک تخت میکشم. یعنی مسایی نباشد پس میرم امی چرا جمله دریر به زبان ریاضی نوشته کردم هر عدد غیر صفر x ما و شما غیر صفر است صفر نیست مسایی با صفر روش خط کشیدم به توان صفر چند میشه یک میشه پس تا نیستیم نوشته کنیم است پس شاگردان عزیز چند مثال از متحول کار کردیم پس متحول فهمیدیم چی است متحول همو حروف انگلیسی است یا همو خانه خالیه که ما شما قبلا خواندیم در صنف اول دوم سوم مکتب خواندیم و به جای از میتونیم عدد قیمت گذاری کنیم به او خاطر نامش میشه متحول و حال ما او رو با چی نشان میدیم با حروف انگلیسی نشان میدیم حالا کاربرد های متحول چی است ما میتونیم جملاتی که به زبان دری باشد یا قانونایی که به زبان دری باشد به زبان ریاضی نوشته کنیم و تمام مردم دنیا بفهمند درست است خب شاگرد از این ما تختر پاک میکنم خب شاگرده عزیز و گرامی پس متحوله فا چی است متحوله خواندیم و فا چی است همون حروف انگلیسی است درست است و بجای از اون میتونیم اعداد قیمت گذاری کنیم هر عدد به ما و شما خود سوال بگم ما و شما میتونیم قیمت گذاری کنیم پس دقت کنیم متحول گفتیم یکی از کاربردهایش چی است ما میتونیم قانون های ریاضی را به زبان ریاضی نوشته کنیم به جای که دری نوشته کنیم به زبان ریاضی نوشته کنیم اما یکی از کاربردهای چی است ما افاده الجبری رو میتونیم تعریف کنیم افاده الجبری میگیم افاده هایی که دقت کنیم ما فعلا اعداد فقط خواندیم نه عالی ما متحول هم خواندیم یعنی حروف انگلیسی هم به عنوان متحول ما خواندیم چی است هایی که دونا هم ما داشته باشیم هم متحول هم اعداد داشته باشیم به اسم افاده های الجبری یاد می شود درست است پس هم عدد داریم هم متحول داریم حالی عملی های ریاضی داریم, داریم دیگه جمع داریم ضرب داریم تقسیم توان جذر منفی فرق نمی کنه. درست است پس ما میگیم عبارت یا افاده هایی که از ترکیب اعداد حالا هر عدد باشه فرق نمی کنه اعداد جذری باشه کسری باشه فرق نمی کنه، از, تر، از ترکیب اعداد یک یا چند متحول با عملی های جمع ضرب تفریق تقسیم عملی توان عملی جذب درست است با او افاده ها میگیم افاده های الجبری درست است شاگرد عزیز که باز ما افاده الجبری در درس بعد ان شاءالله بخیر کامل و دقیق برای تعریف میکنیم که چی است و میخوایم و افاده الجبری باز قیمت گذاری میتونیم باز افاده جبری دسته بندی میکنیم افاده جبری میگیم چند حد ها ناطق غیر ناطق کلش میفهمیم درست است پس شاگرد عزیز درس امروز ما شما خلاص شده فهمیدیم که متحول چی است و کاربردهایش هم گفتیم چطور میشه درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما و شما خلاص شد و مفهوم متحول و فهمیدیم درست است و کاربردهایش هم گفتیم که ما میتونیم جملات یا قانون های ریاضی را به زبان ریاضی بیان کنیم درست است به جای که دری نوشته کنیم و دیگه چی گفتیم افاده الجبری که گفتیم درس بعدی ما و شماست بخیر میخوانیم اما شاگرد پس بعد میره تیک مارک کنم شاگرد عزیز بعد بگیم پس میره تیک مارک کنم خب اما کارخانگی کارخانگی چی است؟ کارخانگی تمرین های صفحه 160 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید. از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 درست است شاگرد عزیز؟ خب شاگرد عزیز و گرامی پایان درس اول از فصل هفتم ما و شما خوانده. خب شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین، بخیر باشین، وقت خوش، خدا نگهدارتان.